لماذا انفجر؟ انفجر زیر خط فعلت خط بکش. ماضی انفجر شماره یک. دو دوباره انفجر دوباره ماضی. سه آره ماضی. وقع شماره سه. وقع دوباره ماضی. شماره چهار فعل نداره. چهار فعل نداره. پنج استطعتم. پنج استطعتم ماضی. دو تا فعل داره. انتحلو. انتحلو می نویسیم مضارع معادل التزامی فارسی. چون تو کنکور میگه معادل. کانت شماره 6. کانت ماضی. خب هفت یسوق مضارع مرفوع است. بنویس اخباری معنی میشه. من می نویسم ولی که نمیدونم میاد براتون یا نه، ولی دارم می خونم. یسوق و مضارع مرفوع اخباری. تزمن کان یسوق. آها آفرین آفرین فاطمه. کان ماضی یسوق و مضارع با هم دقت کن که میام با هم این تکی میشه اخباری. یسوق و تکی اخباری. چه خوب شد گفتید. ممنون بچه ممنون. یادداشت کنید بچه شماره هفت رو یادداشت کنید. شماره هفت رو یادداشت کنید. یه چیز جلوش میگم بنویسید. بنویسید کانه به اضافه آفرید مضارع مساوی ماضی استمراری. بنویسید یه بار دیگه میگم. شماره هفت کانه یسوق و شماره هفت کانه یسوق و کانم ماضی. کانه به اضافه یسوق و که مضارع میشه ماضی استمراری. خب نوشتی؟ بریم بعدی. هشت تزمنو ماضی یا مضارع بچه ها؟ تزمنو سما کاویانی مضارع. تزمنو مضارع است. آره به تنهایی کیمیا ماضی. به تنهایی. خب بچه ها بنویسی تزمن و مزاره تینا داره. انیوجیبه مزاره منصوب یاداش کن. انیوجیبه مزاره منصوب معادل التزامی در زبان فارسی. درست میگه اون یکی درست معادل التزامی در زبان فارسی. خط بعدی خجله خجالت کشید ماضی. ندم پشیمان شد ماضی. اعتذرو عذر خواست ماضی. نصح ماضی. قال ماضی. حالا بگید ببینم. یک زب ینجه یکذب ینجح چیه؟ شرطه بله. حالا ماضی یا مضارع؟ مضارع بله. زیر یکذب می نویسی مضارع. هر چی میگم می نویسی یا دقت کن. زیر یکذب می نویسی مضارع. خب بعد می نویسی معادل التزامی. آفرین مجزوم شده. آفرین است. معادل التزامی ترجمه میشه. ترجمه میشه. الان میگم لا ینجح. جواب شرط بنویس. لا ینجح جواب شرطت مضارع است و اخباری معنی میشه. جواب شرطت مضارع است اخباری معنی میشه.
بریم بعدی، خط بعدی. پس نگاه کن، اینایی که التزامیه مثل فعل شرط، مثل ادات ناسبه که بیاد، التزامی معنی میشه. خب کیمیا فروزان، مضارع منفیه. لا اومده. خب کیمیا اگر مجزوم شده به خاطر جواب شرط. آره ندمو ماضیه. آره کیمیا، اگر مجزوم شده به خاطر جواب شرط بودنشه. یادتون نمیگفتم فعل شرط و جواب شرط مجزومه؟ آره خواهش بکن. یادت اومد؟ خب آهده ماضی، فاعل، فاعل، یو فاعل، فاعل، مفاعلت، آهد، یو آهد، و آهد، معاهدت، الا ان لا یک زبو. بعدی خط آخر، ان لا یک زبو، مزاره، مزاره منصوب، معادله، این نیست، معادله التزامی منفی فارسی، با آفرین نازنین، معادل التزامی منفی فارسی. نوشتیم؟ قالو ماضی، قالو ماضی، تعلمنا ماضی، نداره، ذهبنا، جلسنا ماضی. خب لن ننسا مضارع معادل آینده منفی، بله مضارع منصوب نیست، مضارع منصوب معادل آینده منفی. این کلمه معادل میخوام بنویسی، چون تو کنکور با معادل و یعادل و یعدل و اینا ما برو برو ساینا مواجه میشی. رفتیم واژه‌نامه. آره آره مهرانا، یعنی ترجمه فارسیش. آره کیمیا دستت بالا. آره خیلی درخشید، الان من که کرد بازی کرد همین خط آخر همین صفحه این یک سبو مگه ماضی نیست؟ یک سبو مگه حروف تینا نداره؟ خب الان نونش اگه هست شده تعلمنا حروف تینا داره. تعلمنا که تینا، واو این مزید و مجرد باید برم یادتون بدم. خانه از پایده از ویران است. این تعلم مال خودش، خود تعلمه هست. نه مال خودش هم نیست، حروف زائده، باب تفعله. باخم تو خود اینا رو کار کنی. کار میکنم، اگه کار نکنم هیچ کنم تو نمره نمیاری. شما پارسان چکار کردی؟ ما فقط بابا رو حفظ کردیم، من فقط به شکل بابا رو حفظ کردم. نه نگاه خودتونم نخوندیم، من الان چند ماه دارم خودم اینجا تیکه تیکه میکنم بازم نمیخونی، مشکل از خودتونه. پس من قطع میکنم. باشه باشه. خب حالا کار میکنم خانم نگین معلم عزیز، کار میکنم با. بیا ببینم، بیا تو واژه‌نامه، بودو بودو بیا بوده بیا. وای چقدر این مهمه. وای بچه ها پارسال گفتم این مهمه مهمه، بچه ها خیلی اهمیت داره. امسال کنکور 99 اومد تو کنکور، هرچی بهت گفتم میاد میاد، مثلا 10 تا بگم میاد دوتاش میاد. حواست جمع کن، بینیس بی تو واژه نامت ببینم. بوده بیا بوده بیا. خب بچه ها سوال کنکور شده، اگه وقتش میرم از تو سیستم پیدا کنم براتون میارم. سوال کنکورش بعد میارم که این سوال کنکور بوده. همین 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 اولی کنکور 99 بینویس. میگم من هرچی میگم نکات مهم، کاش که یه دفتر الان بذارید کنارتون، تو دفتر تست این نکته بنویسید. کاش که الان یه جایی بنویسید، چون الان هرچی میگم دیگه دارم کنکوری بهتون میگم. یه دفتر، یه چیزی که گم نشه، همش یه جا باشه. بنویسید روش واژه خوانی کنکور. بنویس از اینجا بنویسم روش واژه خوانی
بچه ها نوشتم میاد. بینویس. ربه. میگم ها شما چجور واژه میخونین؟ میدونم چجور میخونین. الان بهت الان میگم چجور میخونین. که عجل به تاخیر انداخ استر را ناگزیر که عطار طایر. آه اینجور میخونین. حفظ میکنین که خفه بشید. آه برو حفظ کن. به هیچ جا نمیرسی. به هیچ جا نمیرسی. بنویس روش واژه خوانی کنکور. آهای ای هنناس شما تابستون خب حالا حالا همینه. آی کیمیا همین. حالا میخوام دوباره بگم چون فاطمه گفتن نخوندید. خب روش واژه خوانی کنکور یادش کن. اگر که ببین باید تشخیص بده این کلمه که داری میخونی اسم فعل یا حرف. اول اینو تشخیص وقتی داری واژه رو میخونی دقت کن به تلفظ صحیح و املا. خب حالا یعنی من دارم میگم ایجور میخونی، من ایجور ازت امتحان میگم. حالا دقت، تلفظ صحیح و املا و معنای دقیق. حالا نگاه کن یه چی بهت بگم، الان برق از سرت میپره. الان برق از سرت میپره. البته شما باید خواب از سرتون میپره. حالا بینویس. مشکی ها میبینید بچه ها؟ مشکی ها میبینید؟ خب بینویس. بینویس. میگم شما که میری 4 ساعت میشنی اسم تفصیل میکنی حواست جمع کن. خب بچه ها نگاه کنید، اولی عجله روی جیم تشدیده. ما توی اسم تفصیل میگفتیم اهم اشد، آخرش تشدید بود. ای نگاه کن، ای عجل اولی عجله فعله. آره ای فعله. عجله فعله به تأخیر انداخت. حالا دانشجو میگه ای عجله یعنی عجله کرد. بچه ها عجله کرد میشه ای پایینی ها که با عین نوشتن، ای یعنی عجله کرد، شتاب کرد، عجله کرد. او عجله یعنی به تأخیر انداخت. دومی عجل یادتونه گفتم وزن افعل، درسته؟ ای اسم تفصیل ها مثل اهم، اهم، اشد، اقل. خب حالا نمیتونه این دوتا رو بهت بده، دوتای اولی رو بهت بگه جملت اسمی هم یا فعلی هم. ببین اصلا آقا من یه چیز دیگر بهت میگم. میاد میگه مبتدا خبر رو پیدا کن. ببین میگه جمله اسمی فعلی رو تشخیص بده. تو از کجا میخوای بفهمی که حالا خب اگه عجل اسم تفصیل بود که جملت میشه اسمیه، اگر اون یکی بود که جملت میشه فعلیه. Do you understand؟ این مهران ها چقدر قور میزنه. مهران ها این خستت مهران ها بود نمیدونم، من متوجه نشم درست خودش بود نه. آره مهران ها میتونید شما از کلاس بری بیرون استراحت کنی ای خسته ای. میگه بسه. ببینید خانم قصیده، آره یه بسی نوشته بودی او بالا نشودی بس. ها یس بود ها. ببخشیده ها انگلیسی بعد برم بنویسی یس. خب بیچاره مهرانا نشسته بهش میگن میتونی از کلاس بری بیرون، نمیفهمی چی شده.
عزیزم، دیگه دنیای مجازی همینه. خب قصیده که اشکال داشتی توضیح میدم. خب عجله نیا کن، این اولی رو قصیده ببین، روی جیم تشدید عجله. وقتی دارید واژه خوانی میکنید واژه رو درست بخونید، واژه رو درست بخونید. تشدید کجاست؟ این عجله به تأخیر انداخت، ولی او بالا عجله دومی که کنار ستاره زدن روی لام تشدیده، میشه عجله. افله اسم تفصیله که میشه گرانقدر تر. گرفتی چی شد؟ خب نکته بعدی تو واژه خوانی بریم بعدی. توی معنی فعل بنویس. توی معنی فعل دقت کن، فعل لازمه یا متعدیه؟ بنویسی فعل لازم یعنی ناگذر به مفعوله یا گذرا به مفعوله؟ ناگذره یا گذراه؟ ناگذره یا گذراه؟ گرفتین چی بهتون میگم بچه؟ خب حالا آره میذارد همه تخت ها رو بزن بودانی. آره گذاشته. خودم دیر دانلود میشه. شاید دیر دانلود میشه. چرا گذاشتم داره میچرخه دانلود بشه. خب برید تو واژه نامتون، حالا تا ای دانلود بشه بنویسید. کلمه دوم نوشته از تر ناگزیر کرد. بچه ها حواستون به این باشه، ناگزیر کرد یا ناگزیر شد، خورد یا خوراند، نشست یا نشاند. ببین دقت کن، فعلت گذرا به مفعول یا ناگذر؟ دقت کن، فعلت گذرا به مفعول یا ناگذر به مفعول؟ بچه ای دانلود داره میشه اصلا من هم طور داره میچرخه، من هیچ کاری ازم نمیه، هیچ کاری نمیتونم بکنم. افت شد. آره ناگذیر کرد چه کسی را، چه چیزی را؟ آره متعدی. مثلا ساقه تو ستون دوم، ساقه رانندگی کرد، این ناگذره. بچه ها این گفتیم، بس من یه رفرش کنم بیام. خب الان میاره. گذاشتمش روی دانلود براتون، نشد درست کارشو انجام بدی خاطر اینترنت متاسفانه. حالا احتمالا بعد از دقیقش اینترنت ها درست میشه. خب بیاد اینجا نکاتی که میگم بنویسید. میگی رانندگی کرد، حسین رانندگی کرد، مفعول نمیخواد. مادرم رانندگی میکند، مفعول نمیخواد، لازمه. خب حالا چیزایی که میگم یادداشت کنید. اتار تایر، حواست باشه با تا دست داره. اتار تبینه بچه ها، تبینه دیدی آشکار شد. بچه ها آشکار شد یا آشکار کرد؟ آشکار شد، لازمه بنویس، لازمه، لازمه بنویس. خب بچا دیدید زاویت گوشه نوشته جمع زوایا، دیدینش؟ خب حالا نگاه کن، اگر تو رو خدا دقت کن، اگر زوایا رو به داد گفت زوایا مذکر یا مؤنث، مؤنثه. چرا؟ چون مفردش زاویه.
آفر، حالا یاد گرفتین؟ این چه نکته مهمی امروز یاد گرفتین؟ خیلی مهم بود. حالا مثلا میخوای بگی زاویه کوچک، زاویه بزرگ، خب دیگه میفهمی صفتش رو مؤنث بیاری یا مذکر بیاری، اسم اشارش رو مؤنث بیاری. آره به مفردش برمیاری. صعوبت، سختی، دقت کن، یادداشت کن بچه ها، حواسمون باشه سختی نه سخت. نگاه کن صعوبت که نوشته سختی، متضادش سهولت، کنارش بنویس آسانی نه آسان. تو کنکور میاد میگه صعوبت متضاد سخت، بچه ها میگن درسته، این غلطه، این غلطه. صعوبت سهولت، سختی آسانی. حواست باشه آسان غلطه. بفهم خواهم سایی از میخوام الان برای یعنی حالا داخل این سوالا وقتی که حالا جمعش رو داشته باشیم بعد بخوایم اون یعنی بر اساس مفردش بفهمیم که مسنده ببخشید مؤنثه یا مذکر، خب اونو حالا ما از کجا بفهمیم که اینو مؤنث میتونیم، یعنی بعد اینا رو حفظ باشیم یا اینکه شما باید واژه‌نامه درس ها هیچ راهی نداری؟ آه حتما بعد حفظ باشیم که یا خب چیکار کن؟ شما واژه‌نامه درس ها رو درست بخون، واژه‌نامه درست بخون. مثلا الان امروز میری میخونی زوایا، مفردش زاویه، خب دیگه قاعدش هم میدونی. مثلا به فرض خطت، خطت نگاه، خطت بچه ها نگاه، خطت رو نگاه کن، درج دایره کشتم، دیدی خطت؟ خطت پس مذکر نیست، پس این مؤنثه. چرا؟ چون مفردش خطته. یاد گرفتی؟ آره قصیده، قصیده، آره قصیده، آره. خب بریم بعدی. زمنه، ضمانت کرد چه چیزی را، متعدیه، پیمان بست. خب این دیگه باید تو جمله که ببینیم پیمان بست با کسی، البته میتونیم متعدی بگیریمش. فشله، شکست خورد، لازمه مثلا شکست خورد، خب خورد که خورد، مفعول نمیخواد، شکست خورد مفعول نمیخواد. قرره بچه، قرار گذاشت لازمه، متعدیه. قرره، قرار گذاشت، قرار گذاشت. بعد این تو جمله ها، اینا بعد این تو جمله، اینجوری نمیشه تشخیص داد. خب ندبه، فرا خواند، ندبه متعدی، چه کسی را، واجه، روبرو شد. آره بعد تو جمله بری. آره خانم بعضیاش بعد تو جمله بری. آره وضعه، پخش کرد چه چیزی را، متعدی. اونا که تابلو بهتون میگم ولی بعدیش باید بریم تو جمله. بعضیاش باید بریم تو جمله. خب حالا بریم یه مقداری میگم اون ساعت کلاس تا 40 دقیقه است یا تا 45 دقیقه. زمینه، آره آره زمینه. خب من الان امروز یه دو سه دقیقه شاید زودتر تحصیلتون کردم. خیلی فقط متن درس رو بیارید بچه ها. متن درس رو بیارید. امروز یکم زودتر تحتیل کنید. یه دیکم الان مثلا من این فعلا رو گفتم روش یاد بگیم. میخوام یه چیزایی بهتون نشون بدم. خب عجایب خلقت رو بهتون نشون بدم بچه ها. عجایب خلقت ببینیم چیا هست. جا ارجلون الى رسول الله، بیار این سفر رو بیار. فقال علمی خلقم یجمع لی خیر دنیا والآخرت. خلق مفرد ها، جمع شد اخلاق. فقال لا تکسه، وقال الامام علی خیر و اخوان، اخوان زیرش خط بکش، شد جمع مکسر. من دعای که الى صدق المقاله به صدق مقالهی و ندبکه الى افضل الاعمال به حسن اعمالهی. ندبکه که زیرش خط بکش مفعول، که زیرش خط بکش مفعول. ازن، ازن یعنی بنابراین. فکن صادقا مع نفسک، نفس مؤنث،
کلمه هایی که می نویسم اینجا مؤنثه. نمیدونم می بینید یا نه. نفس، شمس. دیدین بچه ها میگن خورشید خانم وقتی نقاشی میکشید خورشید رو زن میکشید. حرب یعنی جنگ، نار یعنی آتش، بئر یعنی چا، اینا مؤنث و اینا رو بشنس. ریح یعنی باد. اینا مؤنثه. خلق نه مفرد بود نازمه. اخلاق جمعشه، گفتم اخلاق. چی به صورت قراردادی؟ آره اینا به صورت قراردادی. آره نفس و نار و دار. دار بنویس. دار به معنی خانه، بیت نه دار. میگه خانم اینا چرا خارج از کتاب بهمون درس میدی؟ ما اینا تو کتابمون نیست. چرا تو کتابته؟ پارسال دهم درس باران ماهی که تو هندوراس ماهی از آسمون میریخت زمین، مگه نبود میگفت ریحان شدیدتون؟ دقت کن، میگفت اسفت اسفت وزید باد شدید. حالا فهمیدی چرا اسفت رو فعلش رو مؤنث آورد؟ چرا صفت رو مؤنث آورد؟ چون ری مؤنثه. خانم مریم و سادات زاری دقیقا همینه. طراح کنکور سوال میده اینو ببین جان خودت دقت کن چی بهش میگه. خیلی مهمه اینا. فکر کردی کنکور این جمله کتاب بده معنی کن؟ فکر کردی این اصلا ذهی خیال باطه؟ اگه به این فکرها هستی اصلا برو از فکرش بیرون تا بهت بگم. میبره اینو تو جمله فعلیه اسمیه، میگه کدام گزینه صحیح است. گزینه یک اینو میده، گزینه دو میگه اسفه ریحون شدیدون. دانش آموز میزنه گزینه دو. بچه ها دیدین اومد براتون نوشته، اومد پایین نوشته. حالا فهمیدی باید چه کار کنی؟ حالا فهمیدی ما با چی مواجه هستیم؟ حالا حواست جمع کن. اگر من میخوام باهاتون کار کنم واقعا باید انرژی بذارم. بچه ها کار کنید، کار کنید. حالا یه چیز دیگه میخوام بهت بگم مریم، شما به نظرت سال دیگه میتونی همه اینا رو حفظ کنی؟ من یه ازت میپرسم، سالی که دوازدهمی میرسی؟ اصلا میرسی؟ نه نمیرسی، اینا مال دهمه همش. اینا مال دهمه. من سوالم اینه که فعلای لازم خب مفعول نمیخوام، درسته؟ اوکی. اگر داخل جمله هم یه فعل لازم داشتیم ولی خب مفعولم داشتیم داخل همون جمله، این الان متعدی میگیریم یا نه؟ نداری ما ای لازم باشه اصلا نداره ما. یعنی نصف وقتی نداره که هم داخل جمله مفعول باشه یا نه؟ متعدیه موقع مفعولش میاد یه موقع نه. الان مثالش نیست. بعد یه چیز دیگه، من یکم داخل تشخیص این متعدیه لازم دچار مشکل میشم. مثلا همین ساقه که میگه رانندگی کرد، مگه نمیگیم رانده کرد؟ خب بگو. خب را میاد دیگه. رانندگی کرد با را میاد یعنی چی؟ مثلا علی رانندگی کرد، این کجاش را داره؟ یعنی فقط بهش یه فاعل اضافه کنید به اون فعله بعد بفهمید. آره بعد بفهمید مفعول میخواد یا نه. ببین مثلا شما میگی نوشت، خب مثلا حسین نوشت. خب حسین نوشت چیزی را چی؟ مادرت رانندگی کرد. خب تمام شد، رانندگی کرد مفعول نمیخواد. الان نوشت مثلا نمیتونیم بگیم که چیزی را نوشت؟ خب نوشت. آره نوشت متعدیه. خب میگی مادرم نوشت دیگه، الان که مفعول چه چیزی را؟ مادر فاعله. وقتی که میگی کتبت الام نوشت مادر چه چیزی را، الرسالت مفعول، ام فاعلته، این مفعولته ها. کننده کار فاعله، کننده کار فاعله. خب مثلا مادرم کنندگی کرد، چه کار کرد؟ رانندگی را.
آه چه کار کرد؟ چه فعلی انجام داد؟ فاعل در جواب چه چیزی؟ چه رانندگی کرد؟ چه کسی رانندگی کرد؟ مادر رانندگی کرد. مادر فاعله. فاعل کننده کاره. عمل رانندگی کی انجام داد؟ مامانت. بله متوجه. نه علیکی میگی بله، نه متوجه نشدی. نه متوجه شدی. معلومه. صدات معلومه. یه سوال دیگه ازت پرتال بمونه. وقتی میگی محمد نشست، مفعول میخواد یا نمیخواد؟ محمد نشست، نمیخواد. نشست که نشست، اصلا بابا به درک که نشست. مفعول میخواد؟ ولی میگی محمد نشاند. چه سوالی بعد پیش میاد؟ چه چیزی را نشاند؟ چه چیزی را، چه کسی را؟ ببین؟ فهمیدی چی شد؟ یعنی از فعل بپرس، یعنی از فعل بعد بپرس. آفرین، آفرین، از فعل بعد بپرس. اوکی، مرسی. خواهش. خب بچه ها خسته نباشید. خسته نباشید. زهرا فرجانیان هم ممنون و متشکر. ممنون شما خسته نباشید. چه خوشحال میشن وقتی نگاه شاد و پیروز باشید. از خوشحالیشه ها. خدا قوت. ممنون. متشکرم. مرسی. خدا نگهدار. خب خدا نگهدار. بای بای. مرسی. عزیزم. عاشقتونم بچه ها. عاشقتونم. به خدا. به خدا عاشقتونم. خدا حافظ. برو. برو سنینا. برو. برو خوش باش. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.